به نام خدا شاگردای عزیز و گرامی سلام علیکم جور هستین بخیر هستین صحتتان خوب است بخیر باشین خب شاگردای عزیز و گرامی ما و شما درس چرا میخوانیم ریاضی را میخوانیم درست است سنف چندم سنف هفتم خب شاگردای عزیز در درس قبل ما و شما کارخانگی به شما دادیم درست است کارخانه گفتیم چرا رقم با ما روان کنید گفتیم از طریق نمبر دو سفر و 255 40 13 در واتساب میتونید با ای شما را با ما تماس شوید درست است اگر کدام گپ انتقاد پیشنهاد هم دارید میتونید با ما در میان بذارید درست است فامیل چرا رقم شد دیگه نه خب شاگردای عزیز بریم سراغ درس امروز خود ما درس امروز ما و شما شاگردای عزیز فصل اول ست جلسه سوم می باشد درست هست؟ جلسه جلسه است جلسه دوم ما خواندیم امروز جلسه چند است جلسه سوم آفرین به شما خب اهدافی که در این جلسه ما و شما می خانیم. یا عناوینی که ما و شما قرار است امروز با همدیگه دیگه بخوانیم اول چی است اتحاد ست ها و بعد از و چی را می خوانیم تفاضل دو ست ما و شما قرار است که بخوانیم خب شاگرده عزیز من اول یک یادآوری میکنم از درس قبل آخرین مطلبی که درس قبل گفتیم چی بود؟ یاد تا نفت؟ بگین؟ آفرین اونایی که گفتن چی بود؟ تقاطع دو ست گفتیم اگر دو تا ست ما داشته باشیم سیست؟ یک تا ست جدید جور میکنیم تمام عناصری که هم دسته اول باشد هم دسته دوم یعنی عناصر مشترک وارد سیست عناصر مشترک هر دو سه تا دی جدید بندازیم دو سه جدید چی میگیم میگیم تقاطع دو تا سه فهمید دی دیگه یاد دست دیگه نه یاد آوری کردیم نه سوال باز برید کار کردم. خوب خب امروز ما شما چی را اول میخوانیم اتحاد سه اتحاد با تقاطع چی فرق میکنه خب شاگردای عزیز و گرامی اتحاد سه را ما برید مثال میزنم و تشریح میکنم که چی به شک ما تعریف میکنیم اتحاد دو سه یا اتحاد سه بگیم که اگر ما دو ست داشته باشیم ست ا و ست بی درست است به عنوان مثال ست ا باشد اعداد از یک تا شش به عنوان مثال اعداد طبیعی از یک تا شش نوشته میکنیم یک دو سه چار پنج و شش سعیست؟ خب ست بی رو به این شکل نوشته کنیم ست بی مساویست دوا ست بی رو نوشته میکنم صفر دو پنج شش هفت سعیست؟ خب تقاطعی را درس قبلی ما و شما بود تقاطعی چی میشه؟ گفتیم عناصری که هم دعه باشد هم دبی باشد عناصر مشترک مشترک کرده سه درست است و اگه یادتان باشد گفتیم که تقاطع رو با کدام سمبول نشان میتیم؟ به این سمبول آفرین به شما ای تقاطع بی مساوی با عناصری که مشترک باشد کدام عناصر مشترک است خود می‌بینیم که دو ار در دو سه است پس دو رو نوشته می‌کنیم دو مشترک ما سایست. دو دیگه چند دیگه شش هم مشترک است نه پنجی. پنج پنج دبی است اما ده ای نیست چهار ده است اما دبی نیست پس فقط دو عنصری که در هر دو باشد کدام است شش است پس شش را نوشته می‌کنیم صحیح شد پس این درس چی بود درس قبل ما خب گفتیم تقاطع دو سه است حال اتحاد دو ست امروز ما و شما قرار است بخوانیم اتحاد دو ست چی است باز دوباره میگیم یک تا ست جدید باز میکنیم صحیح ست جدید تمام عناصر ای و تمام عناصر بی هر رها مشترکانه کلگیش تمام عناصر ای تمام عناصر بی رو داخلش میندازیم صحیح پس نوشتن میکنیم چند میشه یک دو سه چهار پنج و شش این عناصر ای سهیست؟ عناصر بیرم بنداز عناصر برم بندازیم چی میشه؟ سفر دو پنج شش و هفت پس این ست جدید که ما شما ساختیم تمام عناصر ای و تمام عناصر بی را داخلش انداختیم سهیست؟ این را چی میگیم؟ میگیم اتحاد ست ای و بی اتحاد با کدام سمبول نشان میتیم به این شکل دقت کنید ای اتحادش با بی به نشان میتیم پس فکرت باشه ها تقاطع به شکل است اتحاد به لفت میتونیم مثل یک تو یک تا چی یک تا لیوان یک تا گلاس راسته بگیریم میره را گلاس سرچپه بگیریم صحیح پس میفهمیم چی است دیگه نه پس فکرت باشد این میشه اتحاد این می ای چی میشه تقاطع تقاطع معنی چی بود عناصر مشترک آفرین اما اتحاد چی است تمام عناصر تمام عناصر و تمام عناصر بره داخلش میندازیم بهش میگیم اتحاد ست ای و بی و با این سمبل نشان میدیم یک نکته نکته چی هست شاگردای عزیز دقت کنید جلسه اول اول گفتیم دستها تکرار و ترتیب مهم نیست آفرین به شما خب سعی کد اینجا را یک دو سه چار پنج شش سفر دو دو باز دوباره تکرار شده خب یک تاشیر خط میزنیم پاک میکنیم سعیست پس این دو را من نویشتن نمیکنم و دیگه چی؟ دیگه شش هم دوبار تکرار شده آفرین پس این ما باید یک تاشیر خلاص کنیم درست است؟ پس به این شک میشه یک دو سه چهار پنج شش پنج پنج هم خود دوبار تکرار شده سایست. پس پنج هم خلاص میکنیم فقط آخرش هفت میمانه یک دو سه چهار پنج شش سفر و هفت و دیگه تکراری نداریم پس همین ها میشه درست است؟ پس دقت کن شاگردای عزیز اگر دو تا عنصر تکرار شده بود یک تاش نوشته نمیکنیم نمی فهمیدی پس به چی میگیم اتحاد دو تا سه پس یک بار دیگه اتحاد دو سه چی گفتیم که اگر ما یک ست ای و یک ست بی داشته باشیم اتحاد دو با بایی سمبول نشان میتیم و چی از او یک ست جدید جور میکنیم تمام عناصر ای و تمام عناصر بر داخل از او مندازیم درست است؟ و اونایی که تکراری یک تاش می میکنیم یک بار نوشته میکنیم دیگه نه ما شما میدانیم دیگه در ها تکرار مهم نیست آفرین پس چی شد اتحاد ست ها یک مثال برات زدم پس چی شد اتحاد ستا پس اتحاد ستا رو با کدام سمبول نشان میدیم شاگرد عزیز با ای سمبول ای این سمبول نشان میدیم درست است این فکرت باشه این سمبول این سمبول چی است تقاطع ستا آفرین پس فکر دست دیگه نه خب پس شاگرد عزیز و گرامی اتحاد ستا رو ما شما فهمیدیم ما تختر پاک میکنم یک تا مثال دیگه برات کار میکنم درست است خب شاگردای عزیز یک تا مثال دیگه کار میکنیم سر تخته که اتحاد ستاره را بیشتر بفهمین دقیق بفهمین چی است صحیح خب شاگرد عزیز دقت کنین در جلسات قبل یادتان هست دیگه نه ما روش های نشان دادن صد چند طریق بود گفتیم یک تا لیست کردن که ما از سوال قبلی رو کار کردیم لیست کردیم دیگه نه تمام انصرش در دا داخل قوس کلان ما این روش چی بود روش لیست کردن و یک تا دیگه بود گفتیم روش چی دیاگرام وین یا گراف وین درست است ما از اون روش سوال کار میکنیم به عنوان مثال ما اگه ست ما به شکل باشد این ست ای باشد این ست بی باشد سهیست؟ خب اناسر به این شکل است دو سفر پنج یک سه عناصر بی به چه شکل است؟ عناصر بی به این شکل است منفی یک پنج, پنج شش سهیست چون پنج در اینجا نویشتک شده است شش دیگه چند؟ افت یک و سه هم عناصر بی هم هست دیگه نه میفهمین شما بی رو سعی کن بی است دیگه عناصر بی چی است منفی یک شش هفت یک و سه پس این یک و سه هم عناصر بی است و هم عناصر ای است آفرین اونایی که گفتم چی هستی یک و سه تقاطع دو سه است آفرین پس عناصر تقاطع میشه یک و سه که هم عنصری که هم ده باشد و هم بی باشد و چی میشه تقاطع دو ست پس به شکل سوال به شکل به ما میته میگه ای است ای بی است حالا چی کن ای اتحاد بی رو دریافت کن و ای تقاطع بی دریافت کن خب ای اتحاد بی چی میشه ای اتحاد بی گفتیم تمام عناصر ای و تمام عناصر بی رو اردویش رو با هم در دا داخل از ست مندازیم عناصر ای بگو دو سفر پنج یک سه پس نویشت میکنیم دو سفر پنج یک و سه صحیح خب اما عناصر بی چی میشه منفی یک شش هفت یک و سه خب یک و سه رو گفتیم که تکرار یک تاش نوشته میکنیم پس فقط منفی یک شش و هفت نوشته میکنیم صحیح و منفی یک شش و هفت صحیح شد پس این چی است اتحاد ست ای و بی سمبولش هم یادت باشه به این شکل استانه. حال سوال به اون گفته تقاطع از هر دریافت کن تقاطع چی میشه ای تقاطع بی کدام عناصر تقاطع است مشترک است هم دهی است هم دبی در شکل میبینید دیگه یک است و سه پس نوشتن میکنیم یک و سه سه شد پس فهمید چی رقم شد دیگه یک نکته بسیار مهم شاگردای عزیز دو سه دلخواه ای و بی را اگر داشته باشیم ما و شما آیا ای اتحاد بی ست فرعی ببخشید تقاطع بی ست فرعی اتحاد میشه یا اتحاد ست فرعی تقاطع میشه فکرت باشه شاگردای عزیز وقتی که ما و شما تقاطع میگیریم ست ما چی میشه خورتر میشه عناصرش کم میشه درست است چون عناصری که مشترک باید باشه نوشته کنیم اما اتحاد چی است تمام عناصر پس صد فیصد در هر دو ست دلخواه تقاطع چی است ست فرعی اتحاد می باشه. درست است خب فهمیدیم چی شد دیگه نه خب شاگرد عزیز پس این نکته فکرت باشه دا. همیشه تقاطع ست فرعی اتحاد می باشد پس این نوشته میکنیم به این شک ا ای تقاطع B ست فرعی ا اتحاد B می باشد درست است فرمول چی شد دیگه نه پس این رو به عنوان یک تا نکته نوشته میکنیم نکته خب شاگردای عزیز حالا ما سوال به این شک می که سه تا سه داشته باشیم ا B یک تا سه دیگه هم اضافه کنیم درست است پس با مایر پا کنم یک سوال دیگه کار کنم که سه تا سه داشته باشیم چون در تمرینایتان در کارخانگیتان هست میبینیم که سه تا سه داریم از این وقت سوال کار میکنیم که کامل کامل بفهمین درست است خب پس ما تختر پاک کنم شاگردای عزیز بشک. ای, ای باشد ای ست ما بی باشد و ای ست ما هم چی باشد ست سی باشد ست تا ست میتونه باشد سیست عناصر ما به این شکل است دو یک سفر پنج دو سیست و ای چی هست در اینجا باشد منفی یک شش در اینجا باشد چار و نو درست است فاهمیدی که شد دیگه نه خب بان من نگاه کن شاگرد عزیز الی سوال به این شکل سه سی ست با ما داده عناصرش هم نوشته کرده گفته که شما اتحاد موارد خواسته شده دریافت کنید حالا یکش اتحاد در سه سی ست است به عنوان مثال به ما گفته ا اتحاد بی ا اتحاد بی چی میشه خب باید فکرت باشه ا کدام است بی کدام است ما با دیگر رنگ میکشیم که بفهمی ا ای اینی است این سفید ای است و این آبی که ما میکشیم اینی بی باشد پس ما هیچ کار ندارم فعلا خب بین ای و بی چی است عناصری که هم دایه باشد هم دبی باشد کدام است عناصری که هم دایه باشد هم دبیر نوشته میکنیم درست است ای چی است 2 1 0 5 2 4 9 صحیح است خب این رو منفی دو کنیم که دو دو بار تکرار شده این باشه منفی دو که فرق کنه صحیح خب به میشه پس منفی دو یک سفر پنج دو چی میشه عناصر ست ای میشه عناصر ست هست و نو دو و پنج هم هست خب دو و پنج که تکرار یک بار نوشتن میکنیم درست هست پس چی میشه منفی دو یک دو سفر پنج سیست دو و پنج خود عناصر تکراریست یک بار نوشته کردیم و نو 4 و نو رو نوشته کن 4 و نو پس ای چی بشه؟ اتحاد A و B اوه اتحاد ای و سی چی میشه ای و سی ای اتحادش با سی خب باز فکرت باشه من سی رو با دیگر رنگ بکشم که بفهمی سی یعنی است اینی سیاست بین سفید و سرخ است بین ای و بی باید ای و سی باید ببینیم کدام عناصر اتحادش بگیریم دیگه تمام عناصر ای و تمام عناصر سی رو باید نوشته کنیم درست هست پس به شکل میشه تمام عناصری که همون چی منفی دو یک سفر سفر 5 و دو پس میشه منفی دو یک دو سفر و پنج صحیح؟ خب عناصر سی چی میشه؟ عناصر سی میبینیم منفی 1 و 6 هم اضافه تر میشه درست است؟ پس منفی 1 هم نوشته میکنیم پس منفی یک و 6 عناصر سی دقت کن سفر و 5 هم عناصر سی هست نه؟ ولی چون هم بود هم یک تاش نوشته کردیم درست است پس ا اتحاد سی هم تونستیم نوشته کنیم خب ا اتحاد به شک سوال آخر دقت کن ا اتحاد بی اتحادش با سی یعنی عرضه سه تا باید اتحاد بگیریم خب تمام عناصر نوشته میکنیم درست است فقط عناصری که تکریس یک بار نوشته میکنیم درست است پس چی میشه منفی دو یک دو پنج سفر چار نو شش منفی یک درست است یعنی سفر و پنج و یعنی دو اینا تکراریس دیگه نه اینا یک بار باید نوشته کنیم خب چی میشه میشه منفی دو یک سه است دو پنج سفر دو پنج سفر دیگه چند چار نو یک منفی شش و چار نو یک منفی یک و شش سیست منفی یک و شش پسی چی میشه؟ اتحاد سه تا سه خب به همین شکل ما میتونیم اتحاد چار تا سه پنج تا سه ده تا سه تا ما چی کنیم؟ نوشته کنیم درست است پس هم یک سوال کارخانگی به این شکل دارید دا. فکرتان باشه درست است پس ما چی شد دیگه نه شکل به ما داده دیاگرام وین به ما داده سوال به شکل به ما میته که میگه شما رو به طریق لیست کردن نوشته کن یعنی عناصرش نوشته کن داخل قوس کلان درست است خب پس شاگرد عزیز و گرامی این چی است اتحاد ها درست شد حالا میریم عنوان بعدی خودم میخوانیم درست است خب شاگرد عزیز پس اتحاد ست های ما و شما چی شد خوانده شد درست است حالا چی میکنیم تفاضل دو ست هم ما و شما باید بخوانیم که تفاضل دو ست چی است پس اتحاد فا میدین چی شد دیگه نه اتحاد چی بود گفتیم یک تا سه جور میکنیم تمام عناصر ای و تمام عناصر بره داخلش مندازیم درست است خب شاگرد عزیز تفاضل دو ست تفاضل دو تا ست, ست؟ تفاضل دوست نخوانی یا تفاضل دو ست فکرت باشه چون ما یک بار نشته کردم یک از شاگردان میگه استاد تفاضل دوست است باز میگیم که او دوست نیست او دو ست است فکرت باشه خب تفاضل دو ست به این شکل است ما میگیم که باز دوباره اگر دو ست داشته باشیم ست ای و ست بی ست ای به عنوان مثال باشد چند یک دو سه چار پنج و شش سیست. پس یک دو سه چار پنج و شش ست بی ما به این شکل باشد باشد سفر دو چار شش و چی؟ و هفت درست است به این شکل ست ا و ست بی ما باشد آلی چی میگیم؟ تفاضل ست ای و بی رو چی رقم نوشته میکنیم به این شکل نوشته میکنیم دقت کن میگیم ای منفی بی به این شکل میگیم تفاضل بی از ای به این شکل میخوانیم فکرت باشه اگه درید بخونیم چی میشه تفاضل چی است دری چی میگه از راست به چپ میخوانیم تفاضل B از A اما اگه برای ریاضی بخوانیم. ریاضی از چپ به راست است میگیم چی A منفی بی فکرت باشه تفاضل B از ای به ای شکل است و A منفی بی هم به شکل است تفاضل B از چی میشه دری میشه صحیح اما ریاضی چی میشه A منفی B. درست شد فکرت باشه حالا چی هستی A منفی به چی میشه میگیم یک تا ست جدید باز ما چی میکنیم باز میکنیم حالا کدام عناصر رو باید داخلش بندازیم فکرت باشه شاگردای عزیز بشت غلط نشه و چی میکنی میگیم که میایم دوان... در ست اول فکرت باشه عناصری که در ست اول باشد ولی در ست دوم نباشد پس به تعریف میکنیم عناصری که در باشد اما بی نباشد فکرت باشه باز در ست بی کار نداریم بر عناصر ست بی رو پیدا کنی همیشه فکر ای است که در ست اول اناسوری که در ست اول است اما در ست دوم نباشد خب میریم در ست اول چک میکنیم ست اول یک آیا قبول است میگیم بله چون یک دعیه است اما دبی نیست پس یک قبول داریم دو آیا قبول است میگیم نه خیر چرا چون دو ده اینجا است اما دبی هم است ما گفتیم دعیه باشد دبی نباشد درست است پس دو را قبول نمیکنیم سه چی سه را قبول میکنیم بله چون دهی است اما دبی نیست پس یک سه دیگه چند چهار قبول است میگیم نخیر چرا چون دهی است دبی هم است ما گفتیم دهی باشد دبی نباشد پنج چطور پس پنجم قبول است چرا چون پنجم چی میشه دهی است اما دبی نیست سوال شاگردای عزیز هفت چی ممکنه خیلی ها بگن استاد هفت چی میشه بگیم هفت نه خیر فکرت باشه فکرت باشه باز ما برات گفتم عملی ای منفی بی عناصر که ده ای باشد اما دبی نباشد هفت دبی است ده نیست پس ما صد فیصد میریم چی میکنیم در ست اول باید چک کنیم عناصر ست اول قبول میکنیم در ست دوم نباشد پس میشه یک سه پنج هفت نمیشه چون هفت در ست اول نیست خب پس به این ای چی شد ای شد چه شکل داره عزیز؟ ا منفی بی اما اگر من بی منفی ای باز نوشته کنم چی میشه؟ در اینجا نوشته میکنم فیس گوش کن بی منفی ا پس فکر رو باشه ای چی هست؟ باز عناصری که در ست اول باید باشد در ست دوم نباشد اول ما چی هست؟ اول ما شما بی است. پس میریم اناسور بی را چک میکنیم اناسور بی کدام است؟ صرف قبول است؟ میگیم بله چرا قبول است؟ چون صفر ما در بی است، اما در ا ن، پس دو سایف دیگه پس چی میشه پس صفر قبول داریم دو چطور دو را قبول نمیکنیم چرا چون دو درست است دبی است اما د هم هست ما گفتیم د ای د دوم نباشه د اول باشه د دوم نباشه پس دو را قبول نمیکنیم چهار چی چارم قبول نمی هم قبول نمیکنیم چون چهار دبی است د هست ش چطور شش هم قبول نمیکنیم چون شش دبی ای بی است هست اما هفت قبول میکنیم سایف پس صفر و هفت فهمید چی رقم شد دیگه نه؟ پس فکرت باشه شاگردای عزیز ای منفی بی بی منفی با هم دیگه مساوی نشد دیگه میبینیم فرق میکنه عناصرش درست است پس شاگردای عزیز یک نکته بسیار مهم تفاضل ستا خاصیت جابجایی یا تبدیلی ندارد آفرین میبینیم که با هم مساوی نشد اما در جلسات قبل گفتیم تقاطع ستا و هم درس قبل که دادیم اتحاد ستا اتحاد ستا هم چی است خاصیت جابجایی یا تبدیلی دارد فرق نمیکنه تا چی بود تمام عناصر و تمام عناصر بی فرق نمیکنه چون در ستا تکرار و ترتیب مهم نبود فرق میکنه کدام ستا... کدام عنصر اول باشه درست است پس فکرت باشه در تقاطع و اتحاد خاصیت تبدیلی داریم اما در تفاضل خاصیت تبدیلی نداریم پس یک نکته بسیار مهم پس بس نکته در تفاضل ست ها درست شد خاصیت جابجایی یا تبدیلی وجود ندارد یا بگیم نداریم سیست بهتر فرق نمیکنه تبدیلی وجود ندارد پس این نکته بسیار مهم است پس در تفاضل ما خاصیت تبدیلی نداریم اما در تقاطع و اتحاد چی داریم خاصیت تبدیلی را داریم درست است خب شاگرد عزیز ما یک تا سوال با دیاگرام می‌بینم کار کنم و خلاص میشه درس ما و شما امروز درست است پس ما تختر پاک میکنم یک تا سوال آخر با دیاگرام وین کار میکنم به شما سوال به این شکل است؟ دقت کنید شاگرد عزیز من یک تا دیاگرام وین بر به عنوان مثال این فت ا باشد و این ست چی باشد؟ ست ای فت ای و این ست بی خب مثال قبل که کار کردیم دیدیم که داخل از چی ماندیم؟ عدد ماندیم عناصرش نوشته کردیم نه؟ بعضی وقتا شاگردهای عزیز هیچ عدد نمیمانیم یعنی تمام سطح داخل ا میشه عناصر ما صحیح و تمام سطح داخل بی میشه عناصر ما اگر عدد ماند خود سوال خب میفهمیم با عدد آسان است اما اگر نما چی میشه ما کل سطح داخل ا را ما چی میگیریم ای میگیریم و تمام سطح داخل بی را بی میگیریم درست است خب حالا به ما گفته که ای منفی بی را نشان بده کجا میشه ای منفی بی کدام است عناصری که در ای باشد ده بی نباشد فکرت باشد د اول باشد ده دوم نباشد پس میریم داخل ای باید چک کنیم کل ایر ما میبینیم اناسر که ده ای باشد ده بی نباشد پس فقط اینی عناصر میشه درست است من خط خط میبانم که بفهمی پس اینی ست میشه اینی داخلش نمیشه شاگرد اینی غلط هست اگه بانی چرا چون این عناصر داخل بی هم هست. ما گفتیم داخل A باشد اما داخل بی نباشد درست است پس رو پاک میکنیم پس چی میشه با دیاگرام B نگا نشان به شک میشه A منفی بی اما بی منفی چی میشه بی منفی رو مشک بر بکشم پس A ما باشد و ای چی باشد بی ای ای بی حالا بی منفی چی میشه آفرین اونایی که گفتن کجا میشه به شک میشه عناصری که در B باشد اما در نباشد عناصری که در بی باشد ده ای ده اول باشد ده دوم نباشد کجاست ده اینجا میشه صحیح است پس این عناصر میشه که این عناصر ده ای ده بی است اما ده ای نیست درست شد پس شاگرد عزیز ما با دیاگرام میبینیم به شک ما میتونیم بفهمیم که کدام ای منفی بی است و کدام بی منفی است فقط فکر تامی باشه که ای منفی تفاوت دو سر از پیش غلط نشه و در عنصر اول باید باشد در عنصر دوم نباشد درست است خب شاگرد عزیز پس ما عنوان دوم خود ما و شما که چی بود تفاضل دو تا ستم خواندیم سیف پس تفاضل دو ستم ما خواندیم که چی است خب شاگرده عزیز میریم کارخانگی بحث مهم کارخانگی تمرین های صفحات شانزده و 18 کتاب خود چی میکنید حل میکنید و با ما روان میکنید چرا رقم روان میکنید شاگرده عزیز از طریق واتساپ به نمبر چی یا شماره چی 2096470820255 چل سیزده درست است و میتونید کدام گپی هم اگر دارید سخنی دارید انتقادی دارید پیشنهادی دارید میتونید با ما در ارتباط شوید درست است خب شاگرد و عزیز و گرامی پایان جلسه سوم مانده نباشید بخیر باشید خدا فسنان.